قوانین سختگیرانه جدید دولت بریتانیا نگرانی های زیادی را برای مهاجران و همچنین مدافعان حقوق پناهجویان ایجاد کرده است. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. دولت بریتانیا در حالی که یک نخست وزیر هندی تبار آن را هدایت می کند قانون پناهندگی سخت گیرانه جدیدی را به پارلمان این کشور ارائه کرده. که شرایط اخذ پناهندگی را بسیار مشکل می کند. دنیا میتاویچ کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواسته که به تعهدات بین المللی در قبال پناهجویان احترام بگذارند. وی در بیانیه ای گفت ضروری است که نمایندگان پارلمان انگلیس از تصویب قوانینی که با تعهدات بین المللی هست ناسازگار است جلوگیری کنند. متعاقبا مجلس عوام بریتانیا پیشنویس قانون لایحه مهاجرت غیرقانونی ارائه شده توسط دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد که قرار است راه را برای پناهندگی افرادی که به طور نامنظم وارد بریتانیا شدهاند مسدود کند دولت انگلیس میخواهد پناهجویانی که عموماً از خاک فرانسه و با عبور از کانال مانش با قایقهای کوچک قصد مهاجرت به انگلستان دارند را منصرف کنند علاوه بر شورای اروپا آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نیز نسبت به تصویب این پیشنویس شدیدا انتقاد کرده است بر پایه اصلاحات پیشنویس قانون جدید هرکس بدون اجازه وارد این کشور شود بازداشت و اخراج خواهد شد در حالی که قوانین موجود اجازه اخراج یا دیپورت مهاجران را نمی دهد. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بریتانیا روز یکشنبه 16 آوریل 2023 به اسکای نیوز گفت این برخلاف تعهدات بریتانیا بر اساس کنوانسیون بین المللی پناهندگان است. طبق قانون جدید تمام افرادی که خارج از مرزهای قانونی بریتانیا وارد این جزیره می شوند تا یک ماه بازداشت خواهند شد. آنها سپس به وطن خود یا در صورت مخاطر آمیز بودن به رواندا یا کشور دیگری دیپورت می شوند. بر اساس این قواعد سختگیرانه حق تقاضای مجدد پناهندگی نیز باید از آنها گرفته شود. پیشنویس قانون جدید در حالی نگرانی ها را در این زمینه تشدید می کند که دولت بریتانیا قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد مهاجران غیرقانونی را به کشور آفریقایی رواندا اخراج کند حتی اگر دادگاه حقوق بشر اروپا این کار را در کوتاه مدت ممنوع کند روزنامه تلگراف گزارش داد که در پیشنویس جدید ماده گنجانده شده است که اجازه می دهد دستورات این نهاد اروپایی طبق قانون 39 نادیده گرفته شوند. بر اساس قوانین جدید تقریبا همه مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می شوند باید در اقامتگاه مانند پایگاه های نظامی سابق یا خوابگاه های دانشجویی بازداشت و سپس به رواندا یا کشورهای دیگر اخراج شوند. کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از خطرناکترین آبراهای جهان است با وجود این تنها در سال گذشته بیش از 45 هزار مرد، زن و کودک از این کانال عبور کردند. آنها معمولا از آلبانی، افغانستان یا سوریه میآیند و امید به زندگی امنتر و بهتر در بریتانیا دارند. سعید بهاری اخبار شیه